بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران عزیز سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارش های چینل یوتیوب کابل فنس. امروز آمدیم به منطقه لیسه مریم. شما تصاویر لیسه مریم را دیدین، اینجا تختا بود و پیکای دکانا بسیار زیاد پیش بود، بخی برتان بگویم که مثل یک کوچه درست شده بود و شهرداری شهر کابل به خاطر پاکسازی آمدن و پیکای دکان ها را تختا را مکمل از بین بردن. ای که چقدر مردم و شهروندای منطقه لیسه مریم از او رضایت دارن از خودشان پرسان میکنیم. برادر ما از کسایی هستن که در اینجا مصروف کاروبار هستن، از خودشان پرسان میکنیم. سلام بیدار. سلام روین جان عزیز، قصه کن که چرا قمع آمدن، از شما اجازه گرفتن، پرسان کردن کار شما قانونی بود غیر قانونی بود، چرا پیکار را چپه کردن از پیشتن؟ دادر این مردم که میبینی مکمل کلش کاریگر روزمروزی است که پینانانان و بسیار مشکل در این شرایط پیدا میکنن. آمدن در و در کنن، اش به ایشه نو یا ده به ایشه آمدن مکمل همی پیکار را زدن، تختای مردم را زدن، تکه تکه کردن. بعد از او که تکه تکه کردن مردم کلش بیچاره مسکین پس قرض کده وام کده پس این همی حالت هست، یه تی حالت مالت تغییر نکده، همه ککده که مردم در و در کردن، خاک بسر کردن. ما را خودم شخصا 15000 20000 روپیه مرا ضربه زد، کراچی دی مرا تکه تکه کردن، دیگه کراچی مجور کردم. اینم این کلش ضربه است، ضربه اقتصادی است که به مردم زدن. مردم چپا میگن هیچ پرسان نکن، نه وقت شما اومدن این کارو کردن. روز اختاریه دادن، روز اختاریه دادن که ما جمع کنیم مالتان، ما میخیزیم میایم. بعد از اون مردم هم مسکین است، بیچاره است، کلش به میگ لقمانا نایران مونده که چه رقم کنم. تخ مخت خوابوس نکردن تا که اومدن زدن تکه تکه کردن، دیگه هیچ نگفتن کوسو کنه یا دیگه کنه، ادمیا سر زدن رفتن. آلی جای کراچی را که ساد میگم به نظر خود قانونی است؟ شرایط قانونی نیست، نه شرایط قانونی نیست که بس، مگر مردم مسکین بیچاره است، چاره یعنی نداره. یعنی گفتنی شما این است که باید یک اول یک اقدام برازیا صورت بگیره، جایشان را مشخص کنه، بعد از او باز مختش کنه. 100% بیادر همین بازار لسه مریم مجبور است مردم که کلش نمی که می کراچی مونا رو میبینی کلش به خاطر یک لقمانان به بسیار مشکلات پیدا میکنن. درست کل زیر باید تخ بته جای بته. کسی که زورمند است واقعیت ببرد میگم، کسی که زورمند است 10 دانه 15 دانه تخت این لسه مریم داره، مگم کسی که مسکین ما وره بیچاره است نه ده ماین سرک گدا باین گلدان هستم. دیگه هزاران نفر میبینی که در خود سرک هست، میخزن میان میزنن میدونن میزنن، کراچی مردم تک تک میکنن، نمیبینن که از کی است از کی نیست، خواندانش پوستش همی هر کدامش حدسش که هر کار به میکنه. بعد از بی پس هم خرک هم در حرکت داخل جدول ها به شما هزار اذیت نمیکنه؟ هر روز هزار اذیت هستیم، هر روز شما میگه اوسش کنه عزیز، اوسو کنه خوزو کنم خیمه جای بده با ما جای جور کو، هزار دفعه صد دفعه من خودم اولش میگیره موسو میکنم بیادر، وقتی که جای نداشتم مجبور مکلف هستم که نمیجام باشم. کلی میبینتون میشه که پیامتون هم بگین. پیام ما ای است که پیام خاص ندارم بیادر، اول این پیام ما دارم که نمی مشکل مردم رفع کنه. این بسیار یک جنجال است، تنها در شهر کابل کلش این یک جنجال داره، و هر کراچیوان را که میبینی، مردم را که میبینی، دستروش را که میبینی میزنن 100% دوزو دوزو میکنن. گفتم غریبی کار غریبی که به مردم اثر نشه، مجبور خیلی دوزی کنه جوان ها دیگه. درست دیگه، کار غریبی نباشه یک فامرکه جور نکنه دیگه، نکنه این مرد جوان ها چی کنه در این سرک. اول میگه بر از او یک زمینه کار مساید چاو؟ یک زمینه کار مساید کنه، بعد از اگر سرک هم پاکت کدوم گپی نیست. ای که بخبر میان دیگه کارشان خوب نیست، چیل چپ هم میکنه و غریب کار هم میدونه، مجبور میسازه که مردم یا دوزی بکنه یا کار دیگه بکنه، هزار کار فسق فساد دیگه را بکنه. بهتر اموز که جوان یک کراچیوان است، مثالش عیالدار است، نان عیال خود از اینجا پیدا میکنه. شما زنده و سلامت باشین. تشکر. ما از آقای صالح خواهش میکنیم که یک شرکت بر ما معایا کنه، ما از دیگه فروشی نمیکنیم. همین تقاضا را از خود آقای صالح داریم، دیگه کنم گفتنی نداره. فابریکا جور شوه، شرکت ها جور شوه، جوان ها مصروف کار شوند، دیگه دیگه دی سر سرک نمیان. نه نه، ما زموار 60 خود برد نمیانیم، بای مدری که ما میکنن 60 ما میخواه، زمانت میخواه که ما دیگه دی سرک کار نمیکنیم. کار میکنین شما؟ هر کاری که بر بخوای ما اونجا تخت داریم. تخت داریم شما؟ بله تخت. شما رو مایده کرد تخت؟ از ما رو مایده کردن، امروز که اوتو دبه شب اومدن اتو فایل کردن، هوایی سرموده اوندن ما را، ما فقط که دوز هستیم، غر هستیم، سرمو فایل کردن. تک تختار رو میدان میکنن، شما بودین اینجا؟ بودیم، ما ما دواندن امروی مرمی دواندن. خواه خواه فایل شما گرفتیم؟ ما فایل کردن، ما گرفتیم. خواه 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 خواست شما چی هست؟ ما از آقای صالح همی خواهش داریم بر ما فامریکا یک فامریکا جور کنن، ما در اونجا کار میکنیم، ما خسته شدیم از کار. حالا بعد از اینم که تختایتون رو میده کرد، دوباره پس اومدین تخت نو جور کردین اینجا کار شروع؟ نه دری سر دری زمین آور هستیم. باز حالا زرزیتون نمیکنن اوزی مربوطه؟ نه میکنن. باز میان که جمع بکنین اینجا؟ بعد جمع کنیم. ما چی کار کنیم؟ ما ایالدار هستیم، ایال مسایب تو تولاد هستیم، جا
جدا هستم، خانه کرایه هستم، چی کنم؟ تو بگو ما چی کنم؟ مشکلات است، مشکلات است، ان شاء الله بخیر حل میشه. نظر بزرگا را میگیریم. سلام برتون، خوی صاحب خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلام برسه، چی حال داری؟ خیریتی؟ جان جورا، چی حال داری؟ از موضوع خبر شدین؟ بله ها. تختا را میده کردن. شهرداری اومده فقط یک اختاری داده، بعد از او اومده با شلیک مرمی و بالاخره این بچه‌ها را دور ساختن و تخت مختایشون میده کردن، اجازه کار برشان نمیدن. گفتین شما چی هستم؟ من حیث بزرگ همی جمعی که هستیم فعلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیگه گفتنی نداریم. از جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی و جناب امیرالله صالح ما این خواهش هم میکنیم که اول در وطن ما امنیت بیاره، بعد از امنیت به جوانای ما، این جوانایی که در بازار لیسه مریم کار میکنن، بچه هایی هستن که پوانتون خواندن، صنف 12 را خواندن، صنف 10 را خواندن، بچه هایی هستن که در مکتب هستن، لسانس هستن، بسوی دگروال و دگرمن و عسکر و سرباز کلش آمده اینه میشه کار میکنن. یا مجبور هستن که ولو که به یک قطره خونشان هم شوه، این کاریگر و این تخت یا ایچ از این بازار گم نمیشه، به خاطر از این که کرای خونه میتن، پیسه برق میتن، دیگه کدام مؤسسه نیست، بدر کدام دفتر نیست، کدام شرکت نیست که جوان ها بخیزن برن. باز خواستم از دولت اسلامی افغانستان این خواست ما داریم که باید خود از یا سر طفل جامعه ما درسش، تعلیمش، مکاتبش یا را آغاز کنه، امنیتش بگیره که جوان ها به حساب دولت یا به حساب یک شرکت ببرن کار کرده بتونن که کراچیونی و ترو کرده نتونن. اول زمینه را مساعد بکنن، بعد از او باز که هر کاری کردن باز اول زمینه را مساعد کنن، به مردم باز بخیزن برن که بیان تخت و تراشون اگر میده کنن، اگر چی کنن. ما خود هیچ دیگه چاره نداریم، همیجا یک بجه شد، دو بجه شد، تا دم صبح نیمجا بودیم که بدر تخت ها را کل را چپه کردن، بدر دم مرمی زدن، کسی را نمیموندن که از خانه برای حتی پیکایی که هیچ مزاحمت به بازار نداشت و را کل را چپه کرد، مردم کل را سلید. غیر دربار خدا دیگه هیچ چاره نداریم. وطن ما همقدر نارام است که ما غیر از کابل هیچ نمیتونیم که در حتی که در گلوسولی دیگه بخیزیم بریم. صحیح مجبور هستیم که ما از این وطن هستیم، تا یک قطره خونه که داریم ما در این وطن خود کار میکنیم، ما نان میخواییم. شما زنده و سلامت باشین. خیر ببینین، زنده باشین، سلامت باشین. عزیزان سپاسگزار از شما که میدونید اینجا هر روز بگم ما دمسکین بیچاره داروسی بچه شو چهار سرک بند انداخت، چهار سرک بسته کانتینوتال بند بود. ایجا سعی کن که ما در چی حالت هستیم، از دل ما خبر شو که ما چی حالت داریم. هر روز شیشته چی خبر است؟ خودش ایجا شیشته سرش امر میکنه که چپکالا میجا چی کرده بر دولت ایرا فامیل حق غریب بیچاره را میخره، فامیل آخرم چی فایده؟ شما هم تخت دارین ایجا؟ ما منی میجا دشمن داریم. ما چیزا مانده که بگو منی مردم بیچاره رو بگو کلاچی شانش کلاچی شانش گفتنی ها زیاد است، بچه ها، طفلا، جوان ها، کهنسالا هم مگه مشکلات دارن. بیروبار زیاد شد به خاطر که یک ذره مشکل خلق نشه، یک ذره دورتر برین خدای نخواسته کدام مشکل خلق نشه. باز ان شاء الله بخیر صحبت های دیگه میداشته باشیم. شما بیننده چند تصویر از منطقه لیسی مریم شهر کابل باشه. از این سپاسگزار شما بیننده برنامه هستین. برادرای ما زیادشان جگرخون هستن به خاطر از بین رفتن تخت ها و پیکای دکانایشان. این برادر ما از جمله مو مردم هست و ما از خودشان پرسان میکنیم. سلام وقت بخیر. سلام علیکم. نام علی از باشنده کابل. ولی جان گل، قصه کنیم که چی اتفاق افتاد؟ اتفاق ای افتاد که صبح ما را اخطار داد، گفت تخت هایتان را جمع کنیم و شب 11 به شب بود که آمدن تخت ها را جمع کردن. یک ذره درک ندارن، یک ذره درک ندارن که این مردم چی کنن، نان چی بخورن، یک ذره درک ندارن. همین ما فامیلی خودم فارغ از مکتب هستم، خودم از فارغ از مکتب هستم. اینه سرد ما اینجا از کار کنیم، زحمت بکشیم، یک روزی حلال به دست بیاریم. اگر ما این کار رو نکنیم خود دست به دوزی زدیم، فحشا میشه از یافت، دست به دوزی، دراهزنی نمیمانند، به می کارم نمیمانند. یک کراچیوان بیچاره که مسکین همیجه استاد کرد او را میدوانند، کراچیش چپه میکنند. بسیار سرسا این تخت های فامیدی مردم که روزمره کار میکنند، همیجه تخت هایشون را چپه میکنند.
نمیمونه نشون کار کنه چی کنن این مردم بیچاره امیال بازم اومده بود رفت اون طرف نه نه منو میرن کراچی رو نمیمونن اول به خاطر کم رفت امید چیز نگفتن خب کراچی رو نمیمونن که کار کنه و زندگی خود برسن بالاخره خواست خود چی است من حیث جوانه که درسم خوندی خواست خود ما ازی است که اگه ما اینمیج کار نکنیم برای ما خو یک جای مشخص جور کنه که ما کار کنیم یک جای به خود برسیم سرپناه به خود جور کنیم که مثلا کار آینده ما جور شود بتونین اگه حق حلال بدس برن و فامیل بچرخانین چرخه زندگی را بچرخانین یک جای مشخص برای ما جور کنن ما هیچ نمیایم نمی سر سرک شما زنده و سلامت باشین ان شاء الله بخیر مشکل حل میشه بین پیشتر میریم که مادر جان اموج اشاره میکنن فکر میکنم گفتنی های زیاد دارن بریم پیششان ببینیم صحبت هایشون هم میشنیم که از چی قرار است گپا مادر جان سلام خوب هستین صحتتون خوب سلامت هستین زنده باشین بخیر باشین امر کنین مادر جان امر مادر می چیز که می جوانای ما به چه خاطر کشته میشه امروز روز کلون سرا رگک تا رگک تا به چه خاطر میکشن هر روز جنگ انتخاری چسبکی چی بله می نمی چیز ماست که دیگه جوانای ما کشته نشه با خدا که خودم میرم دمی سر چیز ام سنگا رو میگیرم دمی خب دیگه به مر چیزی که چیز ما اومد میکنیم خود چی کنیم مردا که چیز غیرت نکردن نمی سیاسرا بکنن هر روز هر جوان کشته میشه هر روز این تیوری بون چسبک بون به چه خاطر چی کردن مردم چی کنیم بگیرن مردم خدا در بدن دیگه حالا همه گی میبینیتون خواست شما چی هست از دولت و نهادهای دولتی؟ خواست باست که دیگه جنگ نباشه دیگه جوان ها را نکشن صلح باشه در افغانستان اگر نیکن نمیکنه کل ما خود ما میخیزیم سیاسر هم مردان نشد خود ما میخیزیم مجبور چی کنیم دیگه؟ شما زنده و سلامت باشین انشاءالله که به خواستان رسیدگی شد به خدا بچه هر روزه که می جوان ها کشته میشه یعنی مقنی مقنی گشت ما او میشه تا بگاه می جوان جوان بچه خاطر می جوان ها چی کنه چی گجا برن خواست ما نمی از دیگه بیاد انشاءالله بخیر حل میشه خیر بینین مادر جان تشکر سلامت باشین از اون شما بیننده چند تصویر باشین انشاءالله صحبت دیگه می داشتم گفتنی های تمام شهروندان لیسه مریم شما شنیدین عزیزان که چه شکایت هایی داشتن و چه گفتنی هایی داشتن پیشتر باز کراچی ها دواندن شروع شد دیدم که امو کسی که بالاخره مسئول است تا کراچی ها را از ساعت دور بکنم من امرو از اونا صحبت کردم یک عسکری بودن که نامشانه نمیگیرم اونا گفتن که خب فشار از بالا جای است باید تمام اقدام از بالا جای میشه و بالاخره اونا بر ما میگن که این کارا بکنین این کارا نکنین ما هم مجبور هستیم ما هم مجبور هستیم از او خاطر میگم ما این کارا را میکنیم خیر باشه شما بیننده برنامه باشین صحبت های دیگه با هموطنان ما می داشته باشیم و برنامه خیلی خوب تقدیم شما میکنیم مشکلات بسیار زیاد است بخی ما ایران ماندم از بس که جوان ها صدا میکنن که من مشکل دارم من مشکل دارم بخی ایران ماندیم بازم فرصت هم میتیم به ای بیادر ما سلام به شما خوب است بیادر جانتان جور است خوب است بخیر اسم عبدالوسیر است باشین ده خیر خانه بسیار خوب عبدالوسیر عزیز قصه که چی اتفاق افتاد خودت چی کار میکنی چرا رقم آزار اذیت میشی چی گپا میشه بالای خودت ما والا امیجا کراچی داریم کار میکنیم کیوی سودا میکنیم پایین میریم اون طرف نمیمونن بالا میریم این طرف نمیمونن دیگه این مشکلات ماست جایی نداریم دیگه نداریم در این منطقه لیسه مریم میباشیم شبا جای دیگه هم رفتی به خاطر کار کردن والا رفتیم هر طرف دوره میکنیم خود یک ذره همیجا بیروبار زیاد است همیجا آمدیم یک ذره سودا کنیم نمیخوایم درست در اینجا هم که میان بازم نمیمونه که یا بالا برین یا پایین برین همی کارشان است خب روزانه چقدر فروشات میکنیم باز خدا روزانه بستگی به بازار داره 1500 700 800 800 نظر به بازار است اگر آزار تا نتن یک جای خوب یک موقع خوب داشته باشین دیگه کاربار خوبتر می باشه و آیدم بالا می باشه جایی که جای به جای باشه ما در گشت هم نمی باشیم به مردم هم مزاحمت نمی کنیم به پلیس هم مزاحمت نمی کنیم در جای ما استاد میشیم کار ما رو میکنیم ان شاء الله بخیر که این مشکل حل شود خیر بینین خواست تمام جوانانی هست که برشان یک جای مشخص جور شود بعد سلام علیکم خوب است بخیر ما هم کراچی هم بعد ما کرای خانه داریم مصرف داریم دیگه داریم یعنی تختای ما را کراچی ما برداشته ما را روز به روز قماندان آمده که لغه زده میره یعنی سره که میبینی یه روی موتر نیست هم یک قطار کراچی رو ببانن سهی سهی نمیمونن بخلای سه مریم بند کنن بیاد مردم نانخور از دیگه سهی مردم چی کنن
امر خوبه خودتون تغذیه کنه به سه یک متر رو مانده یک گپ میزنم بیایم مردم افغانستان سول بو های دیگه بخواهی که بیایم بیادره رو روی سرک جور شوه چه رقم طبقه مردم کشته شود بیایی تا کشتن کنه لسی مریم جور کن درست تمام شهر کابل جور کنیم و تمام افغانستان زیبا را جور بکنیم سپاسگزار شما بیننده برنامه بودین مشکلات زیاد است تمام این جوانایی را که شما میبینین هر کدامش گفتنی خود داره امی اندیوال ما از ما اول گفتنی داشت من نمیفهم چی میخواست بگه بگم دی وطن ما بیخی سل به سل به بیخی چسبک میمونن گلم انفجار میکنه کلا گیر از خواه میخزم خب کدام خواه بودی که انفجار شده باشه دین گلوی جمیله دنیجا خلاص گپشان راست است صبح با انفجار ماین یا بالاخره هر سر صدایی که می باشه که به نفع افغانستان نمی باشه بالاخره ما آغاز میکنیم خصوصا امی یک ماه اخیر خیر باشه پرحرفی نمی کنم شما بیننده برنامه بودین از مشکلات هموطنان ما در منطقه لیسه مریم شما آگاه شدین امیدوارم که به مشکلات همگیشان رسیدگی شود تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم